سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدید. منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از شورای عالی امنیت ملی خواست اظهارات محمود نبویان درباره آموزش 300 هزار نظامی برای جنگ در سوریه را پیگیری کند. پیشتر محمود نبویان عضو جبهه پایداری گفته بود جمهوری اسلامی 150 هزار نظامی را در ایران و 150 هزار نظامی دیگر را در سوریه آموزش داده است. آقای حقیقت‌پور نیز در واکنش به این اظهارات گفته مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی نباید به گونه ای سخن بگویند که ایران در جهان تروریست پرور شناخته شود و ممکن است از این سخنان در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده شود. با این حال این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات نبویان را رد نکرده است. از نیروی قدس سپاه به عنوان مهمترین نیروی نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نام برده می شود که رهبری و آموزش نظامیان حامی اسد را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی یکی از متحدان بشار اسد محسوب می شود که در 2 سال گذشته در این کشور علیه مخالفان اسد مشغول جنگ است. روز گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به اظهارات حسن روحانی در بی سواد خواندن منتقدان توافقنامه ژنو واکنش نشان داد و گفت وقتی میگوییم کار محققان بلغور کردن گفته های دیگران است تهمت میزنند که شما سواد ندارید. جعفری افسود ساده ترین کار را که محققان انجام میدهند بلغور کردن گفته های دیگران است و دانشگاه های ما هم این چیزها را مبنای علمی میدانند. این فرمانده سپاه گفته اگر کسی مجهز به این کلمات نباشد میگویند طرف علمی نیست، بنابراین باید جهاد علمی بزرگی کنیم. فرمانده کل سپاه گفته علم این نیست که فقط دنبال روی غربی ها باشیم. حسین الله کرم گفت ورود جریان فتنه به ساختار قانونی کشور جزو خطوط قرمز است و اجازه نمی دهیم آنها به نهادهای قانونی وارد شوند. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو سابق انصار حزب الله در خصوص حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد گفته است امکان بازگشت سران فتنه وجود ندارد. در همین راستا علی مطهری نماینده مجلس به نقل از یک منبع موثق گفته اراده‌ای در نظام می‌خواهد حصر موسوی و کروبی برداشته شود، اما می‌خواهند این حصر به مرور رفع شود به گونه‌ای که خیلی هم احساس نشود. این نماینده مجلس در این حال افسوده حصر موسوی و کروبی قرار بود عید قدیر رفع شود، اما از آنجا که اصلاح طلبان این موضوع را پیروزی قلمداد کردند این تصمیم عملی نشد. دور دوم مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 در حالی از امروز سه‌شنبه برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای آغاز شده که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته گفت با اراده سیاسی آمده ایم که کار را به نتیجه برسانیم. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی در وین گفت این مذاکرات آغاز یک راه سخت، پیچیده و طولانی خواهد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه شب پس از شام کاری با خانم اشتون گفت ما نقض عهد نمی کنیم و همزمان از حقوق خودمان هم کوتاه نمی آییم. آقای ظریف گفته است این دور از مذاکرات برای رسیدن به راه حل است و برای دستیابی به تفاهم وارد بحث شده و پیرامون موضوع با حسن نیت می خواهیم به نتیجه برسیم. آقای ظریف در مقابل خبرنگاران نیز با انتقاد از رفتار آمریکا پس از توافق اولیه در ژنو گفت متاسفانه برخی برخوردهایی که تا حالا بوده کمکی به اعتمادسازی نکرده، حتی میزان بی‌اعتمادی را نیز افزایش داده است، لذا آنچه ضروری است این است که از این فرصت استفاده شود. به در پاسخ به این سوال که آیا امیدی به دستیابی به توافق در این مذاکرات وجود دارد گفت ما از قبل از ورود به مذاکرات گفته ایم که وارد مرحله اول از مرحله نهایی شده ایم. لذا از مرحله اول توقع توافق نداریم. ما حتی قرار نیست در مذاکرات فردا راجع به متنی در این مرحله توافق کنیم. ظریف همچنین تاکید کرده است مذاکره درباره اماکن نظامی و نیز برنامه موشکی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای در اتریش خط قرمز ما محسوب می شود. در همین راستا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت نسبت به این دور از مذاکرات امیدوار است. همچنین یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود پیش از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین گفته است که این مذاکرات آغاز یک راه سخت و پیچیده و طولانی است. این مقام آمریکایی افزوده است
وقتی که موضوعی اینقدر حساس و ریسک‌های آن زیاد است و موضوع اصلی جزئیات است، باید زمان لازم صرف شود تا جامعه جهانی به نتیجه آن اعتماد کند. و همچنین خاطر نشان کرده است، ما می‌خواهیم تأکید کنیم که قدم اول تنها قدم و آخرین قدم نبوده است و ما باید بر مبنای آن قدم اول و توافق پیشرفت‌های بعدی را بسازیم. در مسیر مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی مطمئناً فراز و فرودهایی وجود خواهد داشت. در خبر دیگر نیز، اکبر هاشمی رفسنجانی هم خطاب به گروه 5 به علاوه 1 گفت غربی ها در توافق هسته‌ای تحت تاثیر تبلیغات اسرائیل قرار نگیرند. روز دوشنبه هم در همین ارتباط آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر خوشبین نبودن نسبت به مذاکره هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرد، ولی گفت که با این مذاکرات مخالفتی ندارد. آقای خامنه‌ای تاکید کرده است ایران نقض آنچه عهد کرده را نخواهد کرد، اما الان هم میگویم فایده‌ای ندارد و به جایی نخواهد رسید، البته مسئولین تلاش خود را بکنند. آقای خامنه‌ای همچنین مسئله هسته‌ای را بهانه دانست و مدعی شد اگر این مسئله هم حل شود، کشورهای غربی یک مسئله دیگر را پیش می‌کشند. کشورهای غربی در 10 سال گذشته جمهوری اسلامی را متهم کردند که در پوشش فعالیت هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این مسئله را همواره رد کرده است. در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های شدیدی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بر ضد تهران وضع شده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 دو دور مذاکره هسته‌ای در ژنو سوئیس انجام دادند و سرانجام در روز 3 آذر به یک توافق موقت 6 ماهه برای حل و فصل اختلاف میان طرفین و فراهم کردن زمینه برای گفتگو این نهایی دست یافتند. این دور از مذاکرات که از امروز در وین آغاز شد برای دستیافتن به راه حل جامع درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تبدیل توافق موقت به یک پیمان دائم است. منابع خبری از کمک 12 میلیون یوروی اتحادیه اروپا به روند امهای تسلیحات شیمیایی سوریه خبر دادند. کمیسر اتحادیه اروپا در امور مسائل انرژی با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد امهای تسلیحات شیمیایی سوریه از نظر چارچوب و محدوده زمانی یک اقدام بی سابقه است و امیدوارم مسئله امهای تسلیحات شیمیایی سوریه زمینه را برای پایان درگیری ها در این کشور فراهم کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ماه دسامبر سال گذشته متعهد شده بود که اتحادیه اروپا با اختصاص مبلغی به روند امهای تسلیحات شیمیایی سوریه کمک خواهد کرد. در پی اعتراض‌های گسترده به پیشنویس قانون اجرات جزایی در افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور اصلاح این قانون را صادر کرد. به گفته معترضان، بر اساس یکی از مواد این قانون، اعضای خانواده حق شهادت در مورد آزارهای جنسی احتمالی را در دادگاه ندارند و این ماده حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. پیش از این، شماری از نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی از جمله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از محتوای این پیشنویس انتقاد کرده بودند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با استقبال از سخنان محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین گفت او در دستیابی به صلح جدی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس در دیدار با 250 جانشجوی اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفته بود که قصد ندارد اسرائیل را پر از پناهندگان فلسطینی کند. موضوع پناهندگان فلسطینی که در سال 1948 میلادی مجبور به ترک خانه و زمین‌های خود شدند، یکی از بحث‌های مورد مناقشه در مذاکرات نمایندگان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین بوده است. در ادامه بحران در ترکیه، منابع امنیتی ترکیه از استعفای 74 خلبان ارتش این کشور در اعتراض به قانون افزایش مدت خدمت برای خلبانها خبر دادند. به گزارش اسکای نیوز، تعدیل قانون مذکور مدت خدمت قانونی را افزایش می‌دهد. استعفای این خلبانها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه آن را تصویب نکرده است. در رویداد دیگر، منابع رسانه‌ای از وقوع انفجار در استانبول و زخمی شدن چند تن بر اثر این انفجار خبر دادند. این انفجار در میدان تقسیم استانبول ترکیه به وقوع پیوسته است. گزارش‌های اولیه از زخمی شدن چند تن در این انفجار
حکایت دارد. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه خواستار ادامه مذاکرات برای بحران سوریه تا کسب توافق میان دو طرف شد. در همین حال جدال لفظی آمریکا و روسیه پس از شکست مذاکرات ژنو دو شدت یافته است. آمریکا دولت سوریه را به مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح ژنو با نمایندگان ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه متهم می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه مذاکرات سوری تا کسب توافق میان طرفین شد. به گزارش رویترز در این بیانیه با اشاره به پایان مذاکرات ژنو دو در روز 15 فوریه ماه جاری در ژنو آمده است. با توجه به اختلاف‌های جدی در رویکرد هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و مخالفان آن برای دستیابی به راه حل سیاسی دیپلماتیک برای حل مسائل این کشور، مذاکرات پیچیده بود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است اخضر ابراهیمی در جلسه عمومی پایانی به طرف‌های سوری پیشنهاد کرد پیشنویس دستور کار مذاکرات با توجه به مسائل کلیدی توافقنامه 30 ژوئن 2012 ژنو تنظیم شود. هیئت رسمی سوریه از این پیشنهاد حمایت و برای ادامه کار بر این اساس و حضور در دور سوم مذاکرات سوری اعلام آمادگی کرده است. وزارت خارجه روسیه یادآوری کرد هیئت دولت روسیه به عنوان اولویت مذاکرات موضوع دستیابی طرفین به توافق در مسئله مبارزه با تروریسم را پیشنهاد و اعلام کرد در شرایط کنونی کشور تعیین چنین اولویتی درست است. در پایان بیانیه وزارت خارجه روسیه هم از طرفهای سوری دعوت به ادامه مذاکرات و تلاشها برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در این کشور شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دولت بشار اسد را متهم کرد که با تکیه بر روسیه و دیگر همپیمانان خود باعث بی‌نتیجه ماندن مذاکرات شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری که در چارچوب سفری به آسیا و خاورمیانه در جاکارتا به سر می‌برد از مسکو خواست بر نظام اسد برای نرمش بیشتر فشار بیاورد. آقای کری گفته است روسیه باید بخشی از راه حل باشد، نه اینکه از نظام سوریه انواع پشتیبانی ها از جمله پشتیبانی تسلیحاتی کند. در مقابل و در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برخی از حامیان اپوزیسیون سوریه را به تشکیل نهادی جدید از مخالفان اسد متهم کرد که در آن جدا شدگان از ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را در بر می‌گیرد. آقای لاوروف که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه اریتره سخن می‌گفت افسوده است به عبارت دیگر روند جدیدی برای دور شدن از مذاکرات و تمرکز بر سناریوی نظامی آغاز شده است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا به خاطر عدم فشار لازم بر اپوزیسیون سوریه برای حضور هیئت وسیع‌تر به عنوان نماینده مخالفان اسد در مذاکرات ژنو دو انتقاد کرد و گفت مسکو با قانع کردن اسد برای حاضر شدن در مذاکرات نقش خود را ایفا کرد. و ادامه داده است همواره از روسیه می‌خواهند که تلاش بیشتری برای پایان دادن به بحران سوریه از خود نشان دهد، اما باید یادآور شوم که ما به تمام وعده‌های خود در این زمینه عمل کردیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه گفته بود که در حال بررسی راه‌های جدید برای افزایش فشار بر نظام بشار اسد است. روسیه از 3 پیش و با آغاز بحران سوریه از نظام اسد در مقابل فشارهای غرب پشتیبانی کرد. مسکو تاکنون 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای افزایش فشار بر نظام اسد را وتو کرده است. جنگ داخلی در سوریه هزاران نیروی مسلح خارجی را برای نبرد در کنار مخالفان که اکثر آنها سنی مذهب هستند یا نبرد در کنار نیروهای بشار اسد که از علوی مذهب است به خود جلب کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است در آخرین آمار خود شمار کشته شدگان در جنگ داخلی در این کشور را بیش از 140 هزار نفر برآورد کرده است. یک روزنامه یونانی خبر داد یافته‌های سیستم‌های تحقیقاتی آمریکا و یونان حاکی از آن است که تاجرهای اسرائیلی از طریق یونان قطعات هواپیمای فانتوم F4 به ایران قاچاق کردند. این تحقیقات به طور مشترک توسط سازمان امنیت ملی آمریکا و واحد مبارزه با قاچاق اسلحه و داروی سازمان مبارزه با مفاسد مالی یونان صورت گرفته و نشان می‌دهد که این عملیات در 2 مرحله، یک بار در دسامبر 2012 و بار دوم در آوریل 2013 انجام شده و مقصد آن ایران بوده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار مجدد سفیر پاکستان در تهران بار دیگر خواستار پیگیری جدی ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی در منطقه مرزی دو کشور شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر پاکستان در تهران اقدامات امنیتی و حفاظتی طرف پاکستانی در نقاط مشترک مرزی دو کشور را غیر قابل قبول خوانده و خواستار بازگرداندن نیروهای ربوده شده و همچنین تحویل عوامل این گروگانگیری شده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز هشدار داد اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ایران حق خود می‌داند که در این مورد مداخله کند. گروه جیش العدل مسئولیت ربوده شدن 5 سرباز ایرانی را بر عهده گرفته و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی سنی مذهب در ایران و سوریه شده است. در پی اعتراضات گسترده شهروندان بختیاری به محتوای سریال سرزمین کهن، سرانجام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش این سریال را متوقف کرد. مهستان بختیاری و جزئیات بیشتر. اعتراضات به پخش سریالی تحت عنوان سرزمین کهن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در چند روز گذشته به ویژه روز شنبه در شهرها و مناطق بختیاری نشین همچون رسفول، مسجد سلیمان، اهواز، شهرگل و اصفهان و چند شهر دیگه ادامه پیدا کرد. معترضان اعتقاد دارند که محتوای این سریال توهین‌آمیز بوده و مشخصا در چند دیالوگ از این سریال به قوم بختیاری و رهبران صدر مشروط اونها اهانت شده و یا سعی میکنه که این سریال تاریخ بختیاری رو به شکلی خلاف واقع روایت کنه. معترضان با تجمع مقابل صدا و سیمای مرکز استانهای خودشون خواستار توقف پخش این سریال و استعفای آقای زرقامی شدن. پس از چند روز که شاهد گسترش این اعتراضات در این شهرها بودیم، نهایتا شامگاه شنبه آقای محمد تقی سهرابی معاون روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد که پخش این سریال به دستور آقای زرقامی متوقف شده و ایشون گروهی رو مأمور کردن تا در این زمینه تحقیقات بیشتری رو انجام بدن و بین استان‌ها سفر بکنن و با مسئولین استانی در این زمینه صحبت بکنن. همینطور که شاهد گسترش این اعتراضات در شهرهای مختلف بودیم، برخی از مسئولین جمهوری اسلامی هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که گفته بود که این سریال در واقع اگر موجب رنجش خاطر مردم بختیاری شده، ما سعی میکنیم که از ادامه پخش اون جلوگیری بکنیم و اون رو مورد بازبینی قرار بدیم. در این زمینه ایشون گفتن که تجمعاتی هم که برگزار شده آرام بوده و هیچگونه خشونتی در این زمینه از سوی مردم صورت نگرفته و مسئولین سعی کردن که افکار عمومی رو در این زمینه توجیه بکنن. حتی موضوع در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه شامگاه شنبه با آقای زرقامی ملاقات میکنن و به ایشون حتی هشدار میدن که در شرایط کنونی ادامه پخش این سریال به نفع مسائل ملی کشور نیست. خبرهایی هم جسته گریخته در این زمینه داشتیم که حتی موضوع به شورای عالی امنیت ملی هم ارجاع پیدا کرد. در پی گسترش این اعتراضات در چند روز گذشته به ویژه در روز شنبه ما خبرهایی رو هم جست و گریخته داشتیم مبنی بر بازداشت تعدادی از معترضان در شهرهای دسفول و لردگان و فارسان. البته هنوز منبع موثقی تعداد این افراد یا اسامی اونها رو منتشر نکرده، ولی مشخصا در همین ارتباط ما شاهد بودیم که روز چهارشنبه سایت اینترنتی ایبنا نیوز که پایگاه خبری است که اخبار مربوط به بختیاریان رو منتشر میکرد، از سوی کارگروه مصادیق مجرمانه فیلتر شد. اعتراضات بسیار زیادی هم به این موضوع شد، چرا که بسیاری اعتقاد داشتن که این سایت اساسا تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرده و هیچگونه فعالیت سیاسی رو در این مدت نداشته، تنها تلاش میکرده که در واقع خواسته ها و مطالبات مردم رو منعکس کنه و به گوش مسئولین برسونه. همینطور برخی از فعالین فرهنگی بختیاری بسیار نگران بودن و عنوان میکردن که نگران این موضوع هستن که این امر، یعنی ساخت چنین برنامه هایی با توجه به اینکه مسبوق به سابقه هم هست، یک سنت بشه. اونها عنوان میکردن در سالهای گذشته چنین سریال ها برنامه هایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته شده که مستقیم یا غیر مستقیم یا تاریخ بختیاری رو تحریف کرده یا به رهبران یا سران و شخصیت های اونها توهین کرده.
سریال سرزمین کهن به کارگرانی آقای کمال تبریزی که 4 قسمت از اون پخش شد، در واقع به رویدادهای سیاسی اجتماعی سالهای 1320 تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی میپردازه. خود آقای کمال تبریزی در پی گسترش این اعتراضات گفته که قصدش توهین به هیچ قومی از جمله قوم بختیاری نبوده، بلکه هدف این سریال اساساً نشان دادن تلاش ملت ایران در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بود. به هر حال باید دید با وجود چنین اعتراضاتی تا چند روز مسئولین فرهنگی و سیاستگزاران فرهنگی در صدا و سیما و جمهوری اسلامی میتونن افکار عمومی رو در این زمینه اقناع بکنن. یک مقام مسئول در خوزستان طی سخنانی از افزایش تولید کودکان ناقص الخلقه در منطقه برومی اهواز به دلیل آب شرب ناسالم خبر داد. به گزارش اکسین پرس از اهواز، حسن جعفری بخشدار قیزانیه در جلسه شورای شهر اهواز گفت در 8 سال اخیر بچه‌های ناقص الخلقه بسیاری در منطقه برومی متولد شدند و طبق بررسی‌های مرکز بهداشت شرق اهواز دلیل تولد این کودکان مسائل ژنتیکی نیست، بلکه علت آن را باید در آلودگی آب شرب مصرفی که با شیرابه‌های زباله مخلوط شده است بررسی کرد. بخشدار قیزانیه همچنین گفت آسفالت و آب شرب سالم از خواسته های اساسی مردم محروم منطقه برومی است و این خواسته زیادی نیست. علیرضا زاکانی نماینده مجلس گفت دولت حسن روحانی در تلاش بود سخنرانی سعید جلیلی در روز 22 بهمن در کرج را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، وی این فشار دولت 11 برای لغو سخنرانی سعید جلیلی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سعید جلیلی روز 22 بهمن در میان تجمع کنندگان شهر کرج سخنرانی کرد و به سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی حمله کرد. سعید جلیلی که در دوران احمدی نژاد دبیر شورای امنیت ملی و سرتیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود، در انتخابات 92 ریاست جمهوری هم شرکت کرد که حدود 3.5 میلیون رأی آورد. در فاصله 3 روز گذشته 4 نفر در کرج و شیراز در ملأ عام اعدام شدند و همزمان یک کودک 12 ساله هم در قزوین بعد از تماشای اعدام خود را حلق‌آویز کرد. در همین راستا روز گذشته نیز یکی از کارمندان شرکت نفت مقابل وزارت نفت خودسوزی کرد و در خبری دیگر نیز یک کولبر کرد با شلیک نظامیان در مرز چالدران کشته شد. برابر گزارش فعالان حقوق بشر و مرزهای کردستان، سالانه صدها نفر از کولبران و افراد کاسه بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی کشته و زخمی می شوند و در خبر دیگر نیز محل کسب 2 شهروند بهایی به نامهای سامان بدیعی و اشکان بدیعی در کرج پلم شد. در چند سال اخیر گزارش های پرشماری از تشدید فشارهای امنیتی بر بهاییان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در نامه سرگشاده سیاست‌های جمهوری اسلامی را به نقدی صریح و بی‌پروا کشیده است. وی در این نامه گفت آقای خمینی با کوله‌باری از حرف‌های قشنگ که خواسته مردم در شعارهای اصلیشان بود به ایران آمد و ملتی را با وعده‌های خود فریب داد، یا به قول خودش خدعه کرد و پایه‌های دروغ و نیرنگ را استوار ساخت. باید عاقلانه اندیشید که چرا چنین شد و ما به چرا به این وضع گرفتار شدیم. ملکی افسود چرا وقتی آقای خمینی در پاریس زیر درخت سیب با آن منیت و غرور می نشست و آن شعارهای توخالی را که هرگز به آنها اعتقاد نداشت می داد، ما سابقه خشونت ورزی او را در دوران زندگیش فراموش کرده بودیم؟ چرا از نوشته ها و گفته هایش پی به افکارش نبرده بودیم؟ چرا عکس او را در ماه دیدیم؟ پس از ممانعت دولت حسن روحانی از سفر یک هیئت نظامی کره شمالی به ایران، یک فرمانده ارشد سپاه هم به طور رسمی با سفر یک گروه موسیقی آمریکایی به تهران مخالفت کرد. قرار بود ارکستر سمفونیک پیترزبورگ آمریکا پس از 35 سال قطع رابطه با این کشور به تهران سفر کند. مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است کسی در ایران منتظر گروه ارکستر سمفونیک آمریکایی نیست. جزایری گفته با این گونه تحرکات دیپلماسی فرهنگی آمریکا که با هماهنگی وزارت خارجه این کشور و یکی از اتاق‌های فکر مقامات ضد ایرانی سامان داده می‌شود برخورد خواهد شد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرده در حال حاضر جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ بزرگ نرم تحمیلی از طرف آمریکاست و به دیپلماسی فرهنگی آمریکا بدبین و بی‌اعتماد است. به گفته آمریکا در 35 سال اخیر هیچگاه از بست و گسترش فرهنگ خود و هجمه ناجوانمردانه به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و ارزش‌های مقدس جامعه ایران اسلامی غافل نبوده است. در خبر اولیه اعلام شده بود که نمایندگان این ارکستر سمفونیک آمریکایی تصمیم دارند طی جشنواره موسیقی فجر که از دو روز پیش در تهران آغاز شد به ایران سفر کنند. با این حال حسن ریاحی دبیر جشنواره موسیقی فجر با بیان اینکه هنوز اطلاعی از حضور ارکستر سمفونیک پیتسبورگ به عنوان میهمان در جشنواره امسال ندارند به روزنامه شرق گفته است هنوز اطلاعی در مورد سفر این گروه همزمان با جشنواره امسال به دست من نرسیده است، اما برای اولین بار نیست که آنها به کشور ما می آیند و پیش از این در کشور ما نیز اجرا داشتند. او ادامه داده است ارکستر سمفونیک پیتسبورگ از گروه‌های خوب موسیقی است که حضور آنها در ایران از نظر فرهنگی تاثیرگذار است. همچنین پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از جلسه‌ای که به همین بهانه در دفتر موسیقی برپا شد خبر داد و در مورد اجرای این گروه در شهریور سال آینده در ایران گفت ما هم شایعه حضور آنها را شنیده ایم و به همین دلیل قرار است جلسه‌ای برگزار شود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه قرار است به این موضوع رسیدگی شود که اگر ارکستر سمفونیک پیتسبورگ یا گروه‌هایی مانند آن بخواهند در ایران اجرا داشته باشند، ما باید چه سیاست یا برنامه‌ریزی در مورد آنها داشته باشیم. مسئولان ارکستر سمفونیک پیتسبورگ آمریکا گفتند که از سوی مقام‌های دولت 11 برای اجرای برنامه به ایران دعوت شدند. ارکستر سمفونیک پیتسبورگ آخرین بار در سال 1964 میلادی برای اجرای برنامه به ایران سفر کرده بود. هزینه انجام این سفر احتمالی حدود 4 میلیون دلار پیش بینی شده که قرار است تامین این هزینه با مؤسسه مطالعات خاورمیانه باشد. ارکستر سمفونیک پیتسبورگ در سال 2009 نیز قصد داشت در ایران اجرای برنامه داشته باشد، اما در پی ناآرامی‌های سال 88 این سفر انجام نشد. ارتش سودان جنوبی شبه نظامیان مخالف دولت را به آمادگی برای حمله به شهر نفتخیز و راهبردی ملکال متهم کرد. این در حالی است که دو طرف ماه گذشته قرارداد آتش‌بس را امضا کردند. اما به نظر می رسد این قرارداد شکننده و بی ثبات است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سودان جنوبی انتظار دارد که شورشیان امروز سه‌شنبه به این شهر حمله کنند، ولی گفته می شود ارتش قدرت دفاع از این شهر را دارد. خبرگزاری فرانسه نوشته ادامه درگیری ها بین نیروهای دولتی و شورشیان وابسته به معاون سابق رئیس جمهور سودان جنوبی نشانگر عمق بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر است. از زمان آغاز درگیری های داخلی سودان جنوبی تا کنون بیش از 10,000 نفر کشته و بیش از 130,000 نفر نیز مجبور به فرار به کشورهای همسایه شدند. سازمان ملل متحد گزارشی در مورد کره شمالی منتشر کرده که در آن شیوه اجرای سیاست کنترل جمعیت توسط دولت این کشور و نحوه رفتار دولت با شهروندانش به بیرحمی توصیف ناپذیر نامیده شده. به گزارش بی بی سی، کارشناسانی که پس از یک سال تحقیق این گزارش را تهیه کردند میگویند که شکست و گستردگی خشونت سازمان یافته به حدی است که به عقیده آنها دنیا باید برای مقابله با آن دست به اقدام بزند. از جمله یک زن زندانی شهادت داده است که او را مجبور کردند به دست خود نوزادش را در آب خفه کند. بر اساس این گزارش عده‌ای از کودکان از بدو تولد زندانی شدند و به آنها گرسنگی داده شده است. دولت کره شمالی حاضر به همکاری با محققان سازمان ملل نشد، اما آنها پس از گفتگو کردن با ده‌ها نفر که از اردوگاه‌های کره شمالی جان سالم به در برده بودند و به کره شمالی گریختند، گزارش خود را تهیه کردند. ماتئو رنزی رهبر حزب دموکرات چپ و شهردار فلورانس در ایتالیا مسئول تشکیل دولت این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رنزی که 39 سال دارد پس از دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا روز یکشنبه این مسئولیت را بر عهده گرفته است. او در صورت تشکیل دولت ائتلافی و تایید پارلمان جوانترین نخست وزیر ایتالیا محسوب می‌شد. ایتالیا در حال حاضر با بحران اقتصادی عمیقی روبرو است.
در ادامه جنجال پیرامون فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش، مداحان مذهبی در مسجد ارگ تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و همزمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد این فیلم اصلاح خواهد شد و تصاویر ابوالفضل عباس که در این فیلم نمایش داده شده حذف یا در حالی از نور پوشانده خواهد شد. فیلم رستاخیز که بیش از 10 سال زمان صرف تدارکات و ساخت آن شده است، امسال در 32 جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد و 8 سیمرغ بلورین را از آن خود کرد. از زمان نمایش محدود این فیلم در جشنواره فجر، اعتراض‌های زیادی از سوی برخی از مراجع تقلید و مداحان مذهبی به آن صورت گرفته است. اعتراض این افراد به نشان دادن چهره ابوالفضل العباس، برادر ناتنی حسین ابن علی و همچنین چند شخصیت دیگر در این فیلم است. گزارش خبرگزاری ایرنا هاکیست که مداحان وابسته به برخی از هیئت‌های مذهبی یک شنبه شب در مسجد ارگ تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و حسین الله کرم از رهبران پیشین گروه تندروی انصار حزب الله در سخنانی گفته است تحریفات و جسارت‌هایی که نسبت به خاندان اهل بیت در این فیلم صورت گرفته به هیچ وجه قابل اغماز نیست و این حرفای ما نقد نیست بلکه اعتراض است. حسین سازور که از او به عنوان مداح یاد شده است نیز به فیلم رستاخیز اعتراض کرده و گفته است اولین و مهمترین مشکل رستاخیز نشان دادن 5 تن از اهل بیت امام حسین است. در این فیلم چهره حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت مسلم و حضرت علی اصغر نشان داده شده که چهره حضرت مسلم به صور سخیفی نمایش داده شده است. به افزوده است در همه جای تاریخ نوشتن که حضرت قاسم 13 ساله بود و به قدری زیبا بود که امام حسین قسمتی از چهره او را پوشاند، اما حضرت قاسم در این فیلم جوانی 20 و چند ساله نشان داده شده است. این مداح مذهبی با خطاب قرار دادن احمدرضا درویش کارگردان فیلم گفته شما مقدسات ما را زیر پا له کرده اید. فرج الله سلشور کارگردان سینما نیز با اشاره به سریال های یوسف پیامبر و مریم که خود او ساخته است گفته به مسئولین گفتیم بودجه در اختیار ما قرار دهید تا جریان فیلم سازی اسلامی را به راه بیندازیم، اما مسئولان میگویند این کار ما نیست. به افزوده است من 36 سال روی سینما فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اگر سینما درست شود همه آرزوی انبیا و شهدای ما محقق می شود. سریال یوسف 6 سال است که پربیننده ترین اثر روی زمین است و 4 میلیارد انسان یوسف را دیدند و این نشان از تاثیرگذاری آثار هنری دارد. در روزهای اخیر برخی از مراجع تقلید در قم با اشاره به فیلم رستاخیز آن را توهین به مقدسات دانستند. آیت الله علوی گرگانی و مکارم شیرازی از این جمله مراجع هستند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفته قطعا اگر فیلم رستاخیز بخواهد در اکران عمومی در اختیار مردم قرار گیرد باید به نحوی عمل کند که این نگرانی رفع شود و در خصوص چهره حضرت ابوالفضل یا باید این صحنه حذف شده یا به گونه ای حاله ای از نور روی آن قرار گیرد که چهره حضرت ابوالفضل کاملا مشخص نباشد و این قداستی که ایشان دارند حفظ شود. وی افزوده است ما کم کم به حاشیه همه مسائل از جمله فیلم و موسیقی عادت کرده ایم. بیش از 90% فیلم رستاخیز قبل از تشکیل دولت جدید ساخته و آماده شده است. داستان فیلم رستاخیز درباره واقعی عاشوراست که به قیام حسین ابن علی علیه یزید ابن معاویه حاکم شام میپردازد و مقطع زمانی مرگ معاویه تا قیام امام سوم شیعیان و کشته شدن وی را روایت میکند. در این فیلم بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، یاور احمدی فر و انوشیروان ارجمند ایفای نقش کردند و موسیقی آن را نیز استیفن واربک برنده جایزه اسکار برای فیلم شکسپیر عاشق ساخته است. گزارش برخی از رسانه‌ها حاکی است که رستاخیز یکی از پرهزینه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است و 14 میلیارد تومان هزینه ساخت آن شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است و از این پس دلالان خیالشان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمی شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، آقای زنگنه در نشست مشترکی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت سیاست تمرکز فروش نفت خام در شرکت ملی نفت ایران
به نفع کشور است و با مشخص شدن متولی فروش نفت تکلیف همه مشخص است که از چه محلی نفت را خریداری کنند. اشاره زنگنه به پرونده بدهی 8500 میلیارد تومانی بابک زنجانی به دولت از بابت فروش نفت و همچنین صادرات 1 میلیون 639000 بشکه نفت توسط یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی ایران در سال گذشته است که تاکنون هیچ کدام به حساب وزارت نفت واریز نشده است. چند پیش نیز اعلام شد که نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی دارد. حسن روحانی نیز در نشست مشترک خود با وزیر نفت هم بر ضرورت مبارزه با فساد و راندخاری به ویژه در حوزه نفت و گاز تاکید کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادات شورای نگهبان بودجه سال 1393 کل کشور را به تصویب نهایی رساندند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس ایران در دو نوبت صبح و عصر به اصلاح ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداختند و 32 ایراد شورای نگهبان بر آن را رفع کردند. در حالی که رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت ایران از گمانه‌زنی درباره عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومان خبر داده است، وزارت نفت ایران تاکید کرده که تاکنون دولت هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به این وزارتخانه ارائه نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور گفته است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند. این اظهارات در حالی است که اکبر نعمت اللهی سخنگوی وزارت نفت گفته است تا زمان ابلاغ رسمی از سوی دولت نمیتوان هر گونه افزایش قیمت بنزین از اول اسفند را تایید کرد. و اما در پایان این بخش خبری سر میزنیم به پاریس و با گزارش همکار ما محمد رضا شاهی درباره بازدید رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند از مسجد مسلمانان این شهر رو با هم میبینیم. صبح امروز حدود ساعت 11 آقای فرانسوا هولاند رئیس جمهور برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به مسجد مسلمانان پاریس آمد. دلیل حضور او افتتاح از پلاک و لوحه یادآوری برای فداکاری مسلمانانی که شماره آنها در دو جنگ جهانی اول و دوم بیش از 100,000 نفر بود است. در جنگ جهانی اول نزدیک به 70,000 مسلمان و در جنگ جهانی دوم رقمی حدود 25,000 تا 30,000 نفر شمارش قربانیان هست. آقای هولاند خطاب به حاضرین و مسلمان ها گفت که شما می توانید به اجداد خود افتخار کنید زیرا خونهای ریخته شده رو فرانسه فراموش نمی کند. یکی از دلایل حاشیه افراطیون مذهبی مسلمان که میخواهند قوانین خود رو در قوانین لایسیته و لایک جمهوری فرانسه وارد بکنند سخنان آقای اولاند در این موضوع میگشت که فرانسه به هیچ وجه به تبعیض فرقه ها معتقد نیست و مایل است که هر مذهبی بتواند خواسته های خودش رو به اجرا در بیاره. آمار میگوید در سال 2013 16 شکایت از سوی خانم‌های مسلمانی ثبت شده است که آنها به دلیل داشتن حجاب اسلامی و یا لباس‌های مشخص مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند. باید گفت که مسجد مسلمانان پاریس 6 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول در یادآوری و افتخار سربازان مسلمان ساخته شد. حدود 4 سال بنای آن طول کشید و معمولاً هر رئیس جمهوری یک بار به این مسجد دست کم برای مراسم مذهبی آمده است. آمار میگوید که در کل تعداد رأی دهندگان برای ریاست جمهوری حدود 5% از سوی مسلمانان است. البته میدونید که انتخابات بعدی ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 است. هنوز هم در فرانسه افراطیون، چه افراطیون ملی و چه افراطیون مذهبی، هر از گاهی روبروی هم ایستادند و گفته ها و اعمالی داشتند که مورد تایید اکثریت مردم فرانسه نیست. پاریس، تلویزیون ایران فردا. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین در این بخش خبری. شب روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.